خوش آمدید به این بخش از برنامه و دیداری با یکی از عزیزانی که به راستی سالهای سال این دوستی، این ارتباط و هنرش برای من قابل تقدیر هست. قربونت میرم علی جان، در خدمت هم. مرسی. آره سالیان سال واقعا فرهاد بشارتی. مرسی، عرض ادب دارم خدمت همه بینندگان عزیزی که ما رو میبینن و خود شما. قربونت سال فرهاد، هر وقت با هم دیگه گفتگو داری میگه یک خجالت خاصی در شما دیده میشه. اصلا از الان هیچ خجالتی من با شما ندارم. خب خدا رو شو، خدا رو شو. چون همیشه میبینم مثلا وقتی با تو صحبت میشه یه خود یعنی کلن این اخلاقت. راست میگی، اون به خاطر این که خب این دوربین خیلی احترام داره. شما نمیدونین، میدونین اصلا چه کسایی اون پشت نشستن ما رو تماشا میکنن. اگه از اون اول شما شروع کنین با شوخی و نمیدونم، یعنی اهمیت ندین که کی داره شما رو نگاه میکنه، اون خیلی قضیه فرق. برای همین من چون احترام برای همه قائلم، خب اولش اینطوریه، ولی من با شما که ندارم معروف سالیان ساله. سالیان ساله واقعا. نه درست بگی، وقتی میری مسافرت تازه متوجه میشی که چه کسایی در کجای دنیا و کجا دارن برنامه ها رو نگاه میکنن. درست. برای من هم بسیار جذابه وقتی که با هموطنان صحبت بکنیم، حرف بزنیم. ولی امروز دوست دارم در رابطه با کارتو صحبت کنم. میدونم که یک کنسرت بسیار با شکوه در یکی از اماکن بسیار مجلل و شناخته شده جهان داری، دالبی تیتر، مقر برگزاری اسکار، جایی که بزرگترین مراسم کنسرت ها و جشن ها در اونجا برنامه اجرا میشه. توش چندین کمپانی بزرگ جهانی با در این سالن برنامه‌های خودشون رو به صورت انحصاری در اونجا اجرا می‌کنن. و بعد 3 نوامبر، یک روز فراموش نشدنی، شنبه 3 نوامبر شما قراره که روی اون صحنه هنرنمایی کنید. درسته. درست 2 شب بعد از تنکسگیوینگ خواهد بود که دیگه فکر کنم مردم ترکیشون هم میل کردن و خواباشون هم کردن. 2 شب بعد میشه شنبه شب که این برنامه زیبای در زنجیر، که خب هممون میدونیم کنایه از چی هستش، ولی به هر حال اون شب فراموش نشدنی ما دلمون میخواد که زیبای در زنجیر رو توی لس آنجلس به صحنه ببریم که مردم نازنینمون با یک موسیقی دیگه آشنا بشن. به خاطر اینکه این نوع موسیقی که ما برای اون شب در نظر گرفتیم، مطمئن باشین براتون نو خواهد بود. البته اگر شما حتما خاطرتون از 2014 من بودم و شهیارجان قنبری توی سابان تیاتر، بله یادمه، اون برنامه رو داشتیم و چقدر استقبال بسیار شده بود. واقعا حدود 200 نفر مونده بودن پشت در، جا نبود میان تو، که همه هم گله میکردن که برای بعد این برنامه رو دوباره بذاریم. که بعد از مدت ها من به این فکر افتادم، البته از شهیارجان خواهش کردم ولی ایشون گرفتاری داشتن، گفتن نمیتونم الان. در نتیجه مجبور شدم خودم تنهایی این کارو بکنم، یه خاطره ای برای مردم بذارم از یک نوع موسیقی دیگه، یک موسیقی غنی. حالا این وسط ما کلی هنرمندای دیگه داریم بجز هنرمندان جهانی که با من رو استیج میان، به صورت لایو موسیقی اجرا خواهد شد. چه خوب. بله، چون میدونم شما خیلی حساسی، دلت میخواد همه چی لایو باشه. این که میبینی گریه داره، این سقوط بده بیرحم هر ستاره، این که میشنوی باز دوباره، نی که نه نی نه که نیزه زاره، با این لبی که تابل زده انگار لبخم به من و تو نیومده، حالا که دیریم داریم یه عالمه که سر خوردن رو ابریشمه، همه میلیون دلاره چقدر صفر داره، نمیشه با این صفر رفت بالا تا ابرا تا رویا، هر ستاره یه حلبی بدجوری کورسو میزنه نصف شبی، با حضوری چون زمین لرزه
کاش ستاره بدونه چقدر میارزه اون بارونی که ما رو خیس کرده در انتظار کاشی دیگه بر نگرده حالا که دیریم داریم یه عالمه که صبح خوردن رو ابریشمه همه میلیون دلارم چقدر صفر دارم نمیشه با این صفر را رفت بالا تا ابرا تا رویا تصمیم گرفتم که تمرینات زیاد که این دوستانی که با من میان چند نفر موزیسین دارید؟ 27 نفر کلن آره 27 نفر سازای زهی داریم سازای بادی داریم نمیدونم پیانو، کیبورد، دوتا پرکاشن همه هم بچه های معروف که کسانی که جهان میشناسنشون به هر حال با اونا خواهیم بود و از کنسرت قبل من یادم مردم همیشه زنگ میزدم میپرسیدن خواننده کیه خب برای من یه ذره جالب بود که دفعه قبل میگفتم مثلا شهریارجان قنبریه میگفتن ایشون که شعر میگفتم نه بابا خواننده به این خوبی قدغن رو خونده پای تلفن میخوندم خب بعضی از دوستان اون موقع 10 سال 12 سال پیش شاید نمیدونستن به هر حال برای مردم مهمی که ببینن خواننده کیه خب ما بجز این که چند تا مهمان خواهیم داشت خود من سعی کردم تو این مدت چند آلبوم از بزرگان موسیقی یعنی ایرج جنتی عطایی، شهریار قنبری، اردلان سرفراز، فرید صدیقی که کارهای موسیقی منو انجام داده بالاخص بیشتر آقای شارمین و کسان دیگه که اگه بخوام اسم ببرم به درازا خواهد رفت ولی برای من کارهایی رو انجام دادن که به خودم جرأت اینو دادم که بیام اینا رو روی صحنه بیارم و عرضه کنم به مردم چقدر جالب چقدر جالب خب دو بخش مختلف تو داری آیا این دو بخش رو با هم دیگه یعنی خب نوازندگی قانون تو و از اون طرف خواندن تو اینها با هم دیگه تقسیم شده بله یا آهنگو میخونی یا آهنگو میدنوازی بله. دوباره او چه جالب و برای هر آهنگی هم مثلا یک حالت تئاتر بسیار کوچولو در نظر گرفته شده چه خوب که فرض کنید مثلا یک آهنگی هست به اسم چلگیسو که من از دو تا عروس خانم دعوت کردم که بیان کمک کنن و یک برنامه بسیار عالی که مردم به قول معروف خیلی براشون جالب خواهد بود مطمئنم یه خاطرات خوبی رو اون شب با خودتون خواهید برد خیلی هم خوبه خب این تفاوتش هست که یک کنسرت که فرهاد بشاطی اجرا میکنه با یک کنسرت دیگر رو این تفاوت هست که جذابش میکنه مطمئنن 3 نوامبر چرا 3 نوامبر؟ برای اینکه همونطور که شما فرمودین دالبی تئاتر خیلی شلوغه یعنی اصلا به سختی جا پیدا میشد شنبه پیدا کردی خیلیه آره و اینو مکاویز نازنین کمک کرد و من تونستم اونجا رو بگیرم امیدوارم هر جا هست سعی و سالم باشه بله همینجا جا داره ازش تشکر کنم جا داره یه تشکر دیگه من از معین عزیزم بکنم معین توی کنسرتش که 7000 نفر سولد کرده بود همین شنبه بله، گذشته بله. چند دقیقه راجع به برنامه من صحبت کرد چه جالب بله و قشنگ برای مردم توضیح داده من کیم و گفته که باید حمایت کنیم من فکرم اولین بارم که شما روی صحنه در آمریکا رفتی با مهم بود با مهم بود آره یادم اون شب یونیورسال امفی‌تئاتر آره با هم بودی یادم اون شب بله شما همیشه بودین عرضم به خدمت شما که جا داره از مهم تشکر کنم بی نهایت ازت ممنونم شما در نهایت بزرگی اون کاری رو که من واقعا تعجب کردم ولی انجام دادی بی نهایت ازت ممنونم مرسی ما اینجا چقدر خوب چقدر خوب حضور این بچه ها همه شون در شب کنسرت تو هم برای مردم هم مطمئنن جذابه میدونم هم که تو حتما یک سری سورپرایز های خاص خواهی داشت برای 100% 100% اگه خاطرتون باشه کنسرت قبلیمون ما گل سرخ به صورت سرمه‌ای رنگ آبی سیر
اوردر داده بودیم از بالیوی روی این چیزای نایلون آورده بودن. بعد یه کتابی هم بود که شهریار جان لطف کرده بود، اون کتابو برای خودش و من نوشته بودم هدیه دادیم به مردم که یادگاری نگه دارن. حالا امیدوارم که برای اون شبم ما بتونیم کارهایی بکنیم که اگر دفعه بعد گفتیم کنسرت فرهاد بشارتی، بدونن که یک دیفرنت خواهد بود، یک متمایز از دیگران. یه دست من بازیو بردم، یه دستو با من تقسیم کن هر چی که هستو، تا اینجا که حسابی بی حسابی، بزن بشکن دلو کی بهتر از تو. یه زخمم از تو میشه یادگاری، ما که با هم از این حرفا نداریم، با هم دیگه قراری که نداشتیم، منو تنها بذار با بیقراری. گریه بارونم کن، درد و داغونم کن، از رو من رد شو، منو شکل خیابونم کن، دارم از دست میرم به غمت زنجیرم، من به جای تو شبا درد و بغل میگیرم. فضای موسیقی که اجرا خواهی کرد، همین آهنگ هایی هست که میشنویم و داریم میبینیم دیگه، ورد میوزیک. ورد میوزیک، ورد میوزیک، یعنی فکر میکنم اینا رو هنوز به صورت ویدیو پخش نکردیم. نکردید؟ ولی اون شب به صورت ورد میوزیک خواهد بود و دوستانی که با من رو استیج هستن، هر کدوم اینا سابقه طولانی دارن راجع به اینکه موسیقی جهانی اجرا میکنن، هر کدوم مثلا بیشترشون با یانی مثلا همکاری کردن. خب من سعی کردم از اون غیر ایرانی هستن، پس به همه غیر ایرانی هستن. همه غیر ایرانی هستن. همه غیر ایرانی هستن. درسته. چه جالب. خب به هر حال پدرو رو دارم میارم. پدرو یوستاش. پدرو عزیز که تازگی ها از کنسرت تور آقای یک موسیقیدان بزرگ امریکاییه که هانزیمر، مرسی، از اون کارش فارغ شده، برگشته، اون دارم با اون صحبت میکنم، حتما داره میاد. و کسای دیگه هستن شبیه همون هارپ پلیر بزرگی دارم که از میامی داره میاد، خودش یه استادی با یانی همکاری میکرده. بچه‌ای سعی کردم بچه‌ای رو انتخاب کنم که اون نوع موسیقی رو که دلم میخواد به مردم بعد از این همه سال، بالاخره اون چیزی که سالها تو ذهنت بود، مرسی، داری انجام میدی. خیلی مهمه این. خیلی مهمه. خیلی ما لازم داریم. واقعا ما لازم داریم. و مطمئنم هستم که اگر که این نوع این موسیقی تو رو حتی غیر ایرانی ها هم بشنون، مطمئنن نسبت به این مسئله واکنش خوبی نشون میدن و برنامه خوبی خواهد بود. مطمئنم اینطور خواهد بود، چون وقتی موسیقی، زبان موسیقی رو همه میدونن دیگه، یعنی احتیاج به این نیست شما چاینیز باشین، انگلیسی زبان باشین یا فارسی زبان باشین، موسیقی رو همه، اونایی که به موسیقی عشق میورزن. و من یادمه اون تیپ خاصی که برای کنسرت قبلی ما اومده بودن، totally it was different علی جان، یعنی کسانی اومده بودن که من تو کنسرت های دیگه، خب بالاخره در جریان شهر هستم، همه چی رو زیر نظر دارم، کسانی اومده بودن بیشتر اساتید دانشگاه بودن، دانشجوهای دانشگاه بودن، کسانی بودن که واقعا اومده بودن یک موسیقی غنی رو بشنفن. که خب شهریار که خودش یه اسطوره‌ای بود. بله. و هست، به دلیل اون اشعاری که میگه و صدای زیبایی که داره، خب اون بسیار یه طبقه خاصی شهریار رو دوست دارن، حتما باید به قول معروف ادبیات بدونن، یه مقداری ادویکیشن بالاتر. خب موسیقی منم موسیقی بشکن و بالا بنداز نبود،
گرچه اون موسیقی هم احترام خودشو داره، ولی من دارم سعی میکنم با حفظ احترام به اون شخصیتی که دارم موسیقی رو عرضه کنم، که گفتم یه خاطره خوب بذارم که همگی راضی باشن از اینکه اون شب وقتشون رو به ما دادن اومدن برنامه. لباس دکتری رو در میارید، یه لباس موسیقی دیگه. دیگه لباس موسیقی تنم خواهد. آره آره، مطمئنن هم همونطور خواهد بود دیگه. و این همیشه جالب، فرهاد جزو کسانی است که قانون رو هم به یه شکل دیگری به مردم معرفی کرد، حتی نه فقط نواختنش رو، بلکه حتی به دست گرفتن قانون رو هم همینطور. درسته علی جان، من هیچ وقت فرصت این نداشتم که شاگرد ببرم بپذیرم و باشون درس بدم، ولی یک رسالتی رو در خودم حس میکردم که من این ساز قانون رو باید یک کاریش بکنم که اون کسانی که طرفدار قانونن این راهی رو که من میرم. شما حتما یادتون هست که توی برنامه های نوروزی تپش اون اوائل که شروع کرده بودین، مثلا من میمدم همون اول برنامه یک موسیقی بدون کلام، شما فکر کنین همه کسایی که تو ایران بودن صدای قانون رو یه جور دیگه میشنیدن. خب ما خانم سیمین آقارضی رو داشتیم، آقای مصطفی مرادبختی رو داشتیم که اینا قانون نوازان به نام دوران من بودن، ولی هیچ کدوم اون سبکی رو که من دارم اجرا میکنم. ولی الان شما هر بچه ای رو، هر به اصطلاح شاگرد، کسی که به اصطلاح داره قانون درس میگیره، میبینین، میبینید آهنگایی رو داره تمرین میکنه که من هم اجرا کردم، یعنی آهنگای جهانی. یه کسی دنبال اون هفت دستگاه موسیقی ایرانی نمیره که بخواد اونا رو تمرین کنه با قانون، چون اون کاری رو که من دارم میکنم بیشتر به مذاق مردم سازگاره. صد در صد. اصلا چیزتره، دلپذیرتره. بله دلپذیرتره، نه اینکه اون موسیقی نیست، ولی این موسیقی که تو اجرا میکنی هم وجهه جهانی داره، هم دلپذیرتره برای نسلی که امروز دارن تجربه میکنن. دیگه ببین نسل امروز ما کلن یه موسیقی دیگه رو داره گوش میده. درست. برای همینم هم 100% کاری که تو انجام میدی متفاوته. از کجا باید شروع شه قصه ما؟ از طلوع و بوسه و آغوش و دریا، قصه عشق این همیشه حس زیبا. از کجا بگم؟ از ترس و تردید منو تا خلصه و رویا بردی، بغضو از بیتابی روزام گرفتی، بهترین آوازو به شبام سپردی. بانوی من، بانوی من، این سختی کجا بگم؟ از عشقی که هنوزم توی نگاته، از غمی که گر گرفته توی سینم، از امیدی که توی لحن صداته. از کجا بگم؟
تیکت چجوریه؟ همون تیکت مستر دیگه. تیکت مستر هستش همش. بعد البته برای زیر اسم فرهاد بشارتی. بله هم اصلا میذارین فرهاد بشارتی دالبی تیتر عکس اونجا هست روش کلیک کنم بیلیتو میتونن تهیه کنن. قیمت های مختلف هست و برای وی آی پی که 800 نمبر گذاشتیم 888-245-8888 که میتونن تلفن بفرمایند قسمت های وی آی پی رو بگیره. در خدمت شما هستیم. وی آی پی رو جدا کردند. بسیار. من مطمئن هستم که این برنامه بسیار خوبی خواهد بود. بی صبرانه خود من هم منتظر هستم که این برنامه رو از نزدیک ببینم، این هنرنمایی فرهاد عزیز رو روی صحنه ببینم. همیشه حمایت کردی، تشکر میکنم. همیشه مرسی. خواهش میکنم. و کنسرت قبلی رو خوب به خاطر دارم، اومدیم و چقدر پر انرژی و خوب بود، یادم هم نمیره هیچ وقت. بعد از کنسرت تو گشتمون شده بود. اوکی. آره گشته شده بود، گشتمون شده بود، داونتاون هم بودیم دیگه. بله. دیگه خلاصه اون داونتاون یه کنسرت دیگه بود. این سابان تیتر. سابان اومدم. سابانم اومد. سابان جلو نشسته بود. سابان جلو نشسته بود. اون یادمه. اون موقع گشتم نشد. اوکی. اون کنسرت آره اون فقط من بودم. آره. آقای امینی. بله. سم امینی. مکس امینی. مکس امینی. مکس امینی اوپنینگ برنامه آره بودش اگه یادتون آره باشه. آره یادمه. بله و بعدش من برنامه آره. رو مکس اجرا کرد و بعد شما آمدید. بله. آره اون شبه که دانتان بودی بعدش کشتمو شد بعد اینور اونور یه دفعه کبابی پیدا کردیم. بله ایرانی. بعد رفتیم اونجا و غذا خوردیم. هیچ وقت یادم نمیره اون شب و سابان تیاتر هم یادمه. شبی که شهریار عزیز هم در اونجا با شما برنامه اجرا کردید و چقدر هم برنامه دلپذیر خوبی بود باز. ممنونم ازتون. من حتی تو بریک هم بیرون نیومدم و بازم اون شب هم شب خیلی بسیار خوبی بود. یادم هیچ وقت یادم نمیاد. خبر از بس که بده، زنگ در زنگ زده، حادثه بس که خوشه، قصه هامو میکشه. یخ نذار رو قلب خالی، بگو بی من در چه حالی، حالی داره این رهایی، راستی این روزا کجایی. دو تا چشم تو فقط دیدنیه، شعر رو لب تو بوسیدنیه. دو تا چشم تو فقط دیدنیه، شعر رو لب تو بوسیدنیه. شکفتن ته این ترس شب شکن، وسط رفت و نیامد، این همه باید نباید. دو تا چشم تو فقط دیدنیه، شعر رو لب تو بوسیدنیه. دو تا چشم تو فقط دیدنیه، شعر رو خبر از بس که بده، زنگ در زنگ زده، حادثه بس که خوشه، قصه هامو میکشه. یخ نذار رو قلب خالی، بگو بی من در چه حالی. یخ بذار رو دل مرده، تا ندزدیده نبرده. ولی مطمئن هستم، مطمئن هستم که 30 نوامبر با اون دو شب قابل مقایسه نخواهد بود. 100% هممون به قول معروف بی صبرانه منتظرم ببینم که صحنه آرایی چطور خواهد بود، نور چطور خواهد بود و بعدم هنرنمایی شماها دیگه. به قول معروف چیزی که شایسته شخصیت ایرانیان عزیزمون خیلی مهمه. میان اونجا ببینن چه صحنه‌ای رو باش مواجه خواهد شد. خیلی مهمه. من همیشه احترام قائلم برای شنوندگانم، برای بینندگانم. خیلی عالی. خب پس برنامه‌ریزیتون رو بکنید حتما برای تاریخ 30 نوامبر، شنبه 30 نوامبر. بیتای خودتون از الان تهیه کنید. فرهاد بشارتی روی صحنه دالبی تیتر با
با یک ارکستر 27 نفره هنرنمایی خواهد کرد و مطمئنن هم برنامه دیدنی خواهد بود و خیلی از هنرمندان که سالیان سال فرهاد باشون همکاری داشته یا دوستان خوب فرهاد هستن همه اونجا خواهیم بود و بی صبرانه منتظریم که فرهاد عزیز رو روی این صحنه ببینیم که زیبایی در زنجیر رو آزاد کنیم. زیبایی در زنجیر خدا این چه تیتر قشنگه و چقدر میتونه ایده بده زیبایی در زنجیر. کلام زیبایی جنتی عطا ایرج عزیز. بسیارم عالی. بی صبرانه منتظریم انشالله. خیلی هم منتظر دیدن همه نازنینانی که صدای حتما. ما رو میشنفن و تصویر رو حتما. ما رو میبینن. مرسی آقای دکتر. قربانت برم. دکتر فرهاد بشارت. تانکیو. مرسی ازتون. شما به ضیافت عشق دعوت شدید. ضیافت شور و نور با ساز و آواز فرهاد بشارتی. شنبه 30 نوامبر 2024. افرای تکه پاره تو تنها تک ستاره میخوام از نو گل کنم اگه دنیا بذاره افرای تکه پاره تو تنها تک ستاره میخوام از نو گل کنم اگه دنیا بذاره زیبای در زنجیر با ساز و آواز فرهاد بشارتی در راه خبر از بس که بده زنگ در زنگ زده حادثه بس که فرهاد بشارتی شنبه 30 نوامبر 2024 بچه های یخ بذار دابی فیتر فقط از دیده نبود چشم تو فقط دیدنیه شعر رو لب تو بوسیدنیه بلیط‌ها را از تیکت ماستر و مراکز معتبر ایرانی بخواهید.